راجبه محسنی، آدم خیلی خوبی بود و مطالعاتش درباره ایران قبل از اسلام و اینا خیلی دقیق بود. به هر حال آمدن این آقای میری در بیروت تمام ماها کشون به طرف مطالعه کارل مارکس و انگلس و این نوع چیز ها. چند تا محصل بودن اون موقع ایرانی ها با شما؟ در حدود یادم نیست دیگه درست، در حدود 20-30 تا ایرانی بین مدارس فرانسوی و دانشگاه امریکایی ایرانی بودن، 20 ایرانی بودن، 20-30 تا بودن. این آقای میری پس الان در حدود سال 1937 36 37 آمده بود بیروت. بیروت تأثیر داشت در بین جوانان در مطالعه. بله بله، این اغلب این ایرانی ها یک شنبه ها می آمدن خونه ما، چون مادرم غذای ایرانی تهیه می کرد و خب می شستن بحث می کردن. میری هم شرکت می کرد؟ بله بله میری هم شرکت می کرد. برادر بزرگ تو هم شرکت می کرد؟ بله بله بله، بله، بحثای سیاسی خیلی چیز بود، خیلی هم چیز میکردن، ایراد میگرفتن به نظام رضا شاه. بله بله اغلب ایراد میگرفتن همین. پس نشون میده تأثیرات جریان گروه ایرانی تا لبنان هم تأثیرش آمده بود. بله بله بله. نه با چیز بود، در خود لبنان هم چپی ها قوی بودن؟ نه قوی ولی بودن. بله بودن و چون مستعمره فرانسه بود لبنان، خب بالاخره جنبش های ناسیونالیستی هم وجود داشتن، عرب هم بحث میکردن، ولی این ایرانی ها همیشه با هم بودن و تأثیر این آقای میری هم تأثیر خیلی زیادی در میونشون داشت، البته هم مخالف هم موافق. خب آقای عبید، شما بعد از اینکه آمدین ایران پایان جنگ جهانی دوم هست، پدرتون هنوز در قید حیات بوده یا فوت شد؟ نه فوت کرده بود در 1936، ما بچه بودیم. 1936. پس بعد از فوت پدر همچنان در لبنان اینجا موندین؟ پس برنگش مادرتون؟ نه موندیم، برای که مدرسه رو شروع کرده بودیم و فکر میکرد که باید تا آخر تحصیلات اونجا باشیم. پس تحصیل اواخر تحصیلتون در رابطه با دوران سفارت پدرتون در اونجا دیگه نبود یا مثلا کنسول اینجا نبود؟ خودتون با مادرتون اونجا در بود. اون وقت شما بعد از اینکه به ایران آمدین چه سالی بود؟ در 1944 بود آمدین؟ 44. استخدام وزارت خارجه شدید؟ یعنی اول استاجیر شدم. استاجیر شدی. بعدش در 1945 موقع عید چی شد؟ کارمند سیاسی شد. سیاسی شد. صدایی؟ چیزه به همون روزه که تهران رسیدم، برادرم البته تهران بود، در وزارت خارجه بود، نظام وظیفش هم داده بود، امیر عباس رو بیدم. همون روزه که رسیدم شب برادرم گفت بیا بریم با هم، میخوام به شب تو از دوستانم معرفیت کنم. منو برد کافه فردوس و اونجا هدایت و شهید نورایی و خانلری و اینا نشسته بودن و منو معرفی کرد و چون
از بیروت اومده بودم داستان ژان پل سارتر رو داشتم، داستان لنوزی تهوع ترجمه کرده بودیم؟ نه خونده بودیم، کتاب آورده بودم، کتاب آورده بودم که وجود نداشت. هدایت البته شنیده بود و میخواست بخونه و اینطوری با هدایت خیلی دوست شدم و صادق هدایت و ضمناً هدایت به من گفت از خانلری با خانلری قرار بذار که به درس ادبیات فارسی رو بده. اینه که خانلری معلمم شد برای ادبیات فارسی و اون موقع مجله سخن راه انداخته بود و چند تا مقاله و اینا براش نوشتم. شهید نورایی هم بود باش آشناسی، یعنی یک دسته به اصطلاح روشن فکران اون زمان تهران وجود داشت. کافه فردوس اون زمان محل اجتماع تمام روشن فکران و نویسندگان و روزنامه نگاران ایرانی بود. از ساعت 4-5 بعد از ظهر همه می آمدن اونجا چایی بخورن و یادم هست میزهای مختلف داشتن. یک میز دسته جهانگیر تفضلی بود که روزنامه داشت اون زمان، ایران ما. یک میز دسته توده‌ای بود که اونجا با چیز آشنا شدم، با اسمش چیه؟ مهم نیست. بزرگ علوی؟ نه بزرگ علوی تبری بله. احسان تبری. آشنا شدین شما؟ بله اونجا باش آشنا شدم. اون هم یک میز داشتن. ایرانی هایی که تو رادیو صحبت میکردن و اینا هم یک میز داشتن. صبحی بود اسمش؟ بله داستان میگفتن هم اونجا بود و باهایی ها مسخره میکرد چون خودش یک وقتی باهایی بوده و صبحی بود و خیلی دیگران بودن که اسماشون رو فراموش کردم و یک میزم هدایت داشت که به هیچ دسته ای مربوط نبود ولی همه بهش احترام خیلی زیادی میذاشتن. چگونه برادر شما با هدایت آشنا شد؟ امیر عباس هویدا با صادق هدایت آشنایی چگونه بود؟ این سابقه ای داشت چگونه؟ نه اونم وقتی آمد ایران 1939 نه برادرتون 1942 بود برادرتون اومد ایران؟ بله بعد از که دیپلمش رو گرفت در بوسن از راه ترکیه برگشت به ایران و اونجا اونم همینطوری. میدونی عده کسانی که تحصیل کرده بودن و از اروپا می آمدن فوری آشنایی پیدا میکردن با این اجتماع روشنفکری اون زمان چیز جنگ بود. برای اولین بار در ایران آزادی بیان وجود داشت و من خوب یادم میاد که پلیس مخفی هم جاسوساشون رو میفرستادن تو همون کافه فردوس. یک شب که اونجا بودیم هدایت یواشکی به ما گفت آقا اینایی که کنار ما نشستن میز دو نفری بودن کلاه مخملی هم داشتن گفت اینا جاسوسای چیزن شهربانی هم.